هر ساله در عزاداری های ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش برای جمع‌آوری عزاداران و سینه زنان بعد از ذکر و روزه و زیارتنامه و قبل از سینه زنی مراسم سنج و دمام اجرا می شود. هر شب قبل از اجرای مراسم سنج و دمام آنها را در کنار آتش گرم کرده تا صدایی بهتر و با کیفیت تر پیدا کنند. تنهاسازی که آزادانه حرکت می کند شیپور است و در بعضی جاها کامل از گروه فاصله می گیرد. مخصوصا در ابتدای دمام نوازنده شیپور در آستانه مسجد است و اوست که سایر نوازندگان را از پایان زیارتنامه با شیهه‌ای که از سازش برمی خیزد مطلع می سازد. و دقیقاً در همین لحظه است که نوازنده دمام اشکون با ضرباتی شروع مراسم را به سایر سازها اعلام می کند. سرعت ریتم در ابتدا تون نیست، بلکه کم کم تون می شود. اشکونزن هم در ابتدا شروع به بداه نوازی و ضد ضرب نمی کند، بلکه همچون سایر سازها ریتمی ساده را اجرا می کند. یک گروه سنج دمام دارای موقعیت‌های مختلفی، نوازنده با چوبی از جنس شاخه‌های درخت خرما بر روی آن می‌نوازد. این چوب با اندازه حدود 40 سانتی متر باید هنگام نوازندگی در دست راست نوازنده باشد و بر آن طرف دمام که بدون علامت است نواخته شود.
نوازنده با دست دیگرش که بدون چوب است بران سوی دمام که نشان داره است می نوازد. طرف نشاندار صدایی زیر دارد و طرف بانشان صدایی بند. سنج و دمام مراسمی سنتی که در ایام عزاداری‌های مذهبی از دیرباز تا کنون اجرا می شده. یک گروه سنج و دمام معمولاً 7، 9 و یا 11 دمام و تعدادی سنج و یک شیپور است. دمام ها 3 دسته هست. دمام اشکون دمامی است که کوچکتر است و صدایی بهتر نسبت به دو دیگر دارد و کار آن بداهه نوازی و شکستن ریتم است و در عزاداری ها حکم طبل جنگ دشمن را دارد. به نوع دمام دیگر قنبر می گویند و دمامی است که بعد از دمام اشکون روبروی یکدیگر قرار می گیرند و ریتم ساده ای دارند.
و دمام قنبر دارای ریتم‌های متفاوت است و این ریتم‌ها متناسب با اشکون تغییر می‌کنند. در واقع اشکون زن با نگاه به دست قنبر زن و شنیدن ریتم قادر به شکستن متناسب با ریتم می‌شود. سنج ها نیز بیشتر در دو سر واقع می شوند. ریتم دمام در هنگام راه رفتن و هنگام ایستادن متفاوت است. مثلا هنگام ایستادن اشکونزن تک چوب می زده و هنگام حرکت به اصطلاح سه چوب. شیپور نمادی از شروع جنگ، دمام صدای پای اسب‌ها و سنج صدای شمشیر زدن. هنگام نواختن سنج و دمام در روحیه فرد شنونده حس عجیبی ایجاد می شود، به طوری که احساس می کند می تواند یک تنه به لشکر بزند و با هر زورگویی به نبرد بپردازد.
ختم مراسم سنج و دمام نیز توسط شیپور انجام می‌گیرد. دمام، بوق و سنج در قلندرخانه مسجد نگهداری می شود و تا مراسم بعدی بند دمام ها را آزاد کرده و برای در امان بودن از دست حیوانات موذی آنها را از میخ آویزان می کنند.
السلام علیک یا عبادالله حسین.